اسرائیل از نابودی کامل ساختار نظامی حماس در شمال نوار غزه خبر داد. گزارش نیروهای دفاعی این کشور از کشته شدن بیش از 8000 شبه نظامیان حماس و فرماندهان ارشد این گروه از جمله محمد زی فرمانده کل گردانهای عزالدین قسام که فرماندهی عملیات خونبار 7 اکتبر به جنوب اسرائیل را هم بر عهده داشته خبر داده. از زیف تصاویر زیادی در دست نیست. نیروهای دفاعی اسرائیل این عکس او رو که با مشتی 100 دلاری در باقی لم داده در یکی از کامپیوترها در عملیات زمینی در غزه پیدا کردند. به این ترتیب تمرکز نیروهای اسرائیل از این پس بر مرکز و جنوب غزه متمرکز خواهد شد. نیروهای دفاعی تل‌آویو اعلام کردند بر اساس تجربیاتی که تاکنون از این نبرد آموختند، عملیات را به گونه‌ای کاملا متفاوت در این نقطه ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتری از این استراتژی جدید ارائه نشده، اما با توجه به حضور جمعیت کثیری از ساکنان غزه در جنوب و منطقه خان یونس، ارزیابی‌ها احتمال نبردهای خیابانی با استفاده از تجهیزات مدرن نظامی را پیش بینی می‌کنند. در این باره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده تا زمانی که به تمام اهدافشون در غزه نرسند جنگ علیه حماس رو ادامه خواهند داد. ما به هیچ وجه به حماس امان نخواهیم داد و تا زمانی که امنیت کامل رو در جنوب و شمال برقرار نکنیم مبارزه خواهیم کرد. تاکید رئیس کابینه جنگ اسرائیل به ادامه مبارزه علیه حماس در غزه در حالیه که دانیل هاگاری سخنگوی ارتش این کشور به رهبران جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هشدار داده که در این جنگ دخالت نکنند. با این حال، حملات تلافی جویانه به کشتی‌ها در دریای سرخ، منطقه‌ای که شبه نظامیان انصارالله حوثی یمن، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی بر آن تسلط دارند، تا دیروز هم ادامه داشته. و در خشکی، شبه نظامیان حزب الله لبنان، دیگر گروه تحت حمایت تهران از شلیک بیش از 62 راکت به مناطق شمالی اسرائیل ظرف روز گذشته خبر دادند. حملات حزب الله با پاسخ متقابل نیروهای اسرائیلی همراه بوده، اما نگرانی‌های جهانی از گسترده‌تر شدن جنگ در منطقه را افزایش داده. در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل امروز گزارشی از نیروهای امنیتی این کشور رو در صفحه حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده که در اون نحوه همکاری‌های جمهوری اسلامی با حماس در ساخت و استفاده عملیاتی از موشک‌های نقطه‌زن و سلاح‌های دقیق فاش شده. این اطلاعات حین عملیات نیروهای امنیتی ارتش از مراکز تولید و توسعه موشک‌های دقیق حماس در غزه کشف شدند. در سوی دیگه در ادامه تلاش‌های دولت آمریکا برای پیشگیری از گسترش این درگیری‌ها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به منطقه سفر کرده، روز گذشته در دیدار با نخست وزیر یونان پیرامون نگرانی‌ها نسبت به درگیری‌ها در مرز مشترک اسرائیل و لبنان گفتگو داشته. وزیر خارجه آمریکا امروز به خاورمیانه برگشته و در عمان در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در مورد تلاش‌ها برای حفاظت از غیر نظامیان در غزه و کرانه باختری گفتگو داشته. پادشاهی اردن علی‌رغم مجاورت جغرافیایی با غزه حاضر به پذیرش شهروندانی که خواستار خروج از این نقطه هستند نشده. با این حال این پادشاهی در بیانیه خود اعلام کرده از بلینکن خواسته که واشنگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل برای موافقت با آتش‌بس فوری در غزه ایفای نقش کنه. بعد از اردن دیپلمات ارشد دولت جو بایدن به قطر سفر کرده و با شیخ تمیم آل ثانی رهبر این شیخ نشین ثروتمند و همتای قطری خود در دوحه دیدار و گفتگو داشته. قطر به عنوان حامی تشکیلات حماس و هم متحد منطقه‌ای آمریکا یکی از بازیگران اصلی بحران غزه محسوب میشه. کشوری که هم خانه رهبران ارشد حماس چون اسماعیل هنیه در اون قرار داره و هم به عنوان میانجی هدایت مذاکرات تبادل گروگان‌های اسرائیلی رو که 7 اکتبر تروریست‌های حماس رو بودند بر عهده داره. بتیوسفی، اتاق خبر.